الرحیم به نام خدا با سلام و درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی به بخش دیگری از تشریح آیات قرآن در خدمت شما میپردازیم. سلام و تبریک من رو بپذیرید و از اینکه ما رو به خانه های قلب خودتون راه میدهید از فرد شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. در برنامه گذشته در ارتباط با آیه شماره 164 مطالب مختصری باقی مانده بود که در این برنامه به عرض شما میرسانم، ولی موضوع اصلی این بخش از برنامه آیه شماره 165 است که حتما روی مانیتور هم خواهید دید. توضیح جامانده از برنامه قبلی این بود که در آیه 164 که می‌فرماید که محققاً در خلقت آسمان ها و زمین و رفت و برگشت شب و روز و حرکت کشتی ها روی آب و منافعی که از این حرکت و از این جریان برای مردم تولید می شود و از آبی که از آسمان می بارد و زمین مرده را زنده می کند، بعد از آن که زمین به موت و به مرگ رسید مجدداً حیات پیدا می کند و به واسطه حیاتی که در زمین ایجاد می شود و محصولاتی که تولید می کند جانداران مختلفی به وجود می آیند و این جاندارهای مختلف در سراسر جهان در پهنه کره زمین در همه جا یافت می شوند و از ایجاد جریان وزش باد و سمت و سویی که باد می وزد و همینطور از حرکت ابر که مسخر شده است بین زمین و آسمان، اینها رو همه رو قرآن به عنوان آیات الهی معرفی می کند و می گوید که همه اینها علائمی هستند، نشانه هایی هستند، معجزاتی هستند، آثاری هستند که برای اقوامی که برای قوم هایی که گروه هایی که ملت هایی که اجتماعاتی که تعقل میخواهند بکنند از طریق عقل خدا رو بشناسند و خالق رو بشناسند و سیستم و نظام آفرینش رو مورد مطالعه و تعقل قرار بدهند، برای اینها میتواند که این آثار خلقت نوعی هدایت و راهنمایی و نشانه باشد برای رسیدن به معرفت به هستی، یا به طور خلاصه همه عالم خلقت و همه جهان ممکنات ابزار و نشانه ها و اسبابی هستند برای هستی شناسی. اون وقت به نوعی قرآن در پایان این آیه قسمتی که می‌فرماید که و پس صفیها من کل دابتن و تصفیف ریاه و صحابه و از منتشر شدن جانداران روی زمین از هر نوع و همینطور از اینکه باد گردانیده می شود، اینطور آفریده می شود، اینطور درست می شود که جهت دار باشد و جهتش تعویض بشود، عوض بشود، هم دارای جهت وزش باشد و هم اینکه این جهت وزش تغییر بکند و همینطور ابرها، به نوعی از هستی اشاره میکنه که هستی بین آسمان و زمین که نشان دهنده این است که ما هستی های دیگری هم داریم که در این حوزه و در این محاط قرار ندارن.
یعنی این هستی که قرآن تعریف میکنه در این آیه مربوط میشود به هستی که مسخر شده است بین زمین و آسمان، آسمانی که ما میبینیم، همین آسمانی که با چشم به بالا نگاه میکنیم، این آسمان رو میگوید. در این حوزه اون چرا که خلقت شده، که البته همه ستاره ها و همه کهکشان ها اینها پایین این آسمانی هستند که ما میبینیم. وقتی ما به آسمان نگاه میکنیم، اول ستاره رو میبینیم، بعد پشت ستاره یک فضایی رو میبینیم که این دایره و این سطحی که ستاره ها روی اون قرار دارن در چشم ما، اون سطح رو دایره گفته میشود. مسخر بودن عالم هستی که به چشم ما میآید معلول و محصولی است از حیات و هستی که در دل آسمان و زمین قرار داره. و بعضا چنین معنا شده که حیات به شکل معلوم و مشخص آن میتواند که اشاره به نوعی خاص از حیات باشد که در انحصار و اختصاص بین زمین و آسمان مشهود انسان می شود، و لزوماً اشاره به این نیست که به همه هستی و به همه حیات اشاره شده باشد، به بخشی از حیات که می تواند که معلوم ما قرار بگیرد، ما می توانیم که او رو ببینیم و شناسایی کنیم. البته این موضوع به معنای انتهای حیات به زمین و اختصاص حیات به حوزه زمین و آسمان نیست، بلکه این نوع حیات، حیاتی که بر اساس خاک و خورشید بنا شده، چرا که ما میبینیم به خصوص روی زمین، اگر که خاک وجود نمی داشت و یا خورشید وجود نمی داشت، هر کدام وجود نمی داشتن، این حیات هم وجود نمی داشت. چون این حیاتی که ما می بینیم نتیجه دو عامل اصلی است، یکی خاک است و یکی خورشید، که اگر خورشید نمی بود و زمین از انرژی خورشید بار نمی شد، هرگز زمین مرده فقط به نیروی آب زنده نمی شد، بلکه آب و خورشید در واقع پایه و اساس ایجاد بنای هستی در بعد خاک و خورشید هستند. و در اختصاص همین قشری که بین زمین و آسمان است، قرآن میگوید که چه بسیار موجودات مختلف و شواخص مختلف و آثار مختلف وجود دارد. برای هستی شناسی و برای خدا شناسی قرآن میگوید همین مقدار حیاتی که بین زمین و آسمان مسخر شده است برای شما کفایت میکند. اما چه بسیار حیات و هستی جاندار احتمالاً موجود است که عقل ما که محدود به زمان و مکان است نوعاً نمیتواند که شناسای هیچ نوع حیاتی باشد که خارج از بعد زمان و مکان است، مگر حیات هستی جاندارهایی که یا موجوداتی که یا به طور کلی موجودیتی که مسخر باشد بین زمین و خورشید و در لایه بین زمین و آسمان باشد و حتما دارای زمان و دارای مکان باشد. یعنی هستی شناسی ما محدود به اون نوعی از هستی میشه که دارای زمان و دارای مکان باشه. اگر هستی باشه که مکان و زمان نداشته باشه، مثل هستی خدا که هستی خدا مقید و در واقع محدود به اندازه های مکانی و زمانی نمیشه، زمان و مکان در خداست
اما خدا محدود به زمان و مکان نیست. به طور کلی عالم مجرد و هستی مجرد دارای محدودیت زمانی و مکانی نیست و برای ما که محدود به زمان و مکان در ذهنیت خودمون هستیم بسیار مشکل است که بتوانیم به نوعی از هستی اشاره بکنیم که اون هستی فاقد زمان و مکان است یا با زمان و مکان محدود نمی شود. به این لحاظ هست که قرآن می گوید برای هستی شناسی و برای خدا شناسی و برای خودشناسی عواملی رو شما باید در نظر بگیرید که در چهارچوب زمان و مکان در بعد زمان و مکان قرار دارند و معاینه همینها کفایت میکنه برای اینکه شما از این آثار به مؤثر او پی ببرید و از نحوه و انتظامی که در وجود این آثار هست شما میتوانید که فکر بکنید و نه اینی که نوع و کیفیت و جنس اثر کننده رو بشناسید، خدا رو بشناسید، ولی وجود خدا رو شناسایی میکنید، نه اینکه نوع خدا رو که خدا چه مشخصاتی دارد. ما نمیدانیم خدا چه مشخصاتی دارد. ما در مورد هست و نیست خدا صحبت میکنیم، نه در مورد مشخصات خدا. مشخصات خدا جایی است که انسان به انحراف و ساختن خدا میپردازه. یعنی خدا وقتی که مشخص میشه و دارای طول و عرض میشه و دارای صفات میشه، ما چون از اون صفتها و از اون اندازه ها یک نقشی در ذهن خودمون داریم، بلافاصله خدا رو منقش میکنیم، در واقع نقاشی میکنیم با اون چیزی که در ذهنیت خودمون داریم. این برای شناسایی خداست. اما برای اثبات وجود خدا بدون اینکه خدا رو بشناسیم در بعد علت و معلول و مؤثر و اثر، اگر بخواهیم در اون قسمت به وجود خدا قائل بشویم، قرآن میگوید در اون هستی شناسی، در اون نوع منطق هستی شناسی، این آیه ها، این نشانه ها، این آثار، این معجزات، این مخلوقات خدا و این داد و ستد و گفت و شنودی که عالم هستی با هم داره، اگر در اینها مطالعه بکنید شما به وجود خدا حتما قائل خواهید شد. این خلاصه این آیه بود که در جلسه گذشته مدتی هم وقت مصروف اون کردیم. شاید بتوان گفت که برای انسانی که تعقل او محدود به نوعی از حیات شناسی، هستی شناسی محدود به زمین و آسمان است، قرآن برای اونها بازگو می کند که توجه داشته باشید که با وجودی که این حیات و این هستی محدود است، از نامحدودی برخوردار نیست و مجرد نیست، اما شما با همین حیات محدود، با همین هستی محدود می توانید که هستی نامحدود رو قبول کنید که وجود داره. نه اینی که ما از این هستی محدود بتوانیم هستی نامحدود رو بشناسیم برای چندومین بار، ولی قرآن میگوید این هستی محدود کفایت میکنه که شما بتوانید هستی نامحدود رو قائل به وجود بشوید، نه اینکه شناسایی کنید. یعنی شما از وجود اثر به وجود مؤثر و خدا پی میبرید. به اون مؤثر، حالا میتوانید بگوید مؤثر، میتوانید بگوید الله، میتوانید بگوید خدا، وجود خالق، وجود فاعل که این عالم هستی خلقت و مفعول اوست. منطقا انسان قادر نخواهد بود که در ذهنیت خود شناسای هستی و حیاتی بشود که مسخر به زمین و آسمان یا زمان و مکان نباشد. ما هرگز نمیتوانیم به هستی فکر بکنیم که اون هستی با دیوارهای مادی معین و محدود نشده باشه. در این آیه پایه و در واقع مبنایی بنا می شود و این آیه خودش یکی از آیه های پایه‌ای و اساسی قرآن محسوب میشه.
که قرآن موضوع تعقل و موضوع حکمتیابی و موضوع هستی شناسی رو مطرح میکنه و دستور آموزش و هدایت رو بر مبنای تعقل قرار میده، که ما برای هدایت شدن ابزار و اسبابی که استفاده میکنیم اسباب تعقل است. این موضوع تعقل یک انقلابی است در هستی شناسی و در مقابل هستی که مقید به زمان و مکان نیست و یا معنویات، قرآن وجود معنویات و اثبات وجود معنویات رو در اثبات وجود مادیات، جهان مادی می‌داند، که ما از جهان مادی و اثبات جهان مادی و معرفت به جهان مادی می‌توانیم که معرفت به وجود عالم و موجود معنوی پیدا بکنیم. باز هم عرض میکنم که موجود معنوی رو ما شناسایی نمیکنیم، ولی به وجودش قائل میشویم. قائل شدن ما به وجود مجردات از طریق شناخت و معرفت به هستی مقید است که مسخر شده باشد بین دو سطحی، که بین دو حوزه‌ای که میان این دو حوزه برای ما قابلیت معاینه و اندازه‌گیری داشته باشد. این لحاظ است که این آیه اساسی و مبنایی قرآن موضوع تعقل و حکمتیابی رو در هستی شناسی مورد دستور قرار میده و مورد هدایت قرار میده و مطرح میکنه. در واقع هستی شناسی تعقلی و فلسفی در این آیه با دعوت به توجه و تمرکز در موضوع خلقت آغاز می شود و آنگاه به صور مختلف هستی و مراتب خلقت و تغییرات و تحولات در ماهیت و خاصیت هستی اشاره می شود. این هدایت قرآنی یا این الگوی قرآنی برای ما میتواند که در هر دوره‌ای مورد استفاده قرار بگیرد. اگر قرآن مثال ابر رو زده برای مخاطبین زمان خودش که ابر چطور حرکت میکنه، باد چطور ابر رو میبره بالای کوه، چطور سرد میشه، چطور گرم میشه، فکر بکنید راجع به این که چطور آب دریا با گرما بخار میشه، املاحش رو به جا میگذاره، تصفیه میشه، تصفیه خانه خدا با چه تکنیکی کار میکنه، بعد آب بلند میشه از زمین پرواز میکنه و در انبارهای فضایی که معلق خدا ساخته به نام ابر اونجا ذخیره میشه و بعد تحول پیدا میکنه و از ابر تبدیل به باران میشه و خود ابر از آب تشکیل میشه که بخار رو سردش میکنه، ابر میشه و همین ابر بیشتر که سرد میشه دو مرتبه باران میشه. این چیزها رو که در اون زمان مردم میتوانستن که فکر بکنند، قرآن فکر کردن به عالم هستی رو، به جهان هستی رو، فکر کردن به هستی شناسی رو نوعا عبادت تلقی میکنه و از اون طریق انسان به وجود خالق قائل میشه. در زمان ما هم میتوانیم که از چیزهای مشابه که در همین وزن و قافیه باشند استفاده بکنیم و از تغییرات و تحولات ماهوی اونها به این نتیجه برسیم که یک ناظمی در این جهان وجود داره که این نظم رو به هستی میبخشه. در عالم خاک مطالعه کنیم، در گیاهان مختلف، در طبیعت خاک، در فرمول دانه و در اینکه دانه از کجا فرمان میگیره که باز میشه، یک دانه ای تبدیل به گل سفید میشه، یک دانه ای به گل زرد، یک دانه ای به گل قرمز. این رنگ آمیزی و این ترتیبی که از دل خاک این خلقت ها و تولیدات بیرون میان، چه کسی اینها رو ایجاد کرده؟ نه اینکه بدانیم اون شخص چگونه است، فقط بدانیم که یک نیروی، یک خالقی، هر چی که هست وجود دارد که این تغییرات و تحولات و این انتظامات بالاتر از همه تابع اوست. هر چی که هست و هر کجا که هست و هر چی که هست او رو خالق می‌نامیم.
این نوع نگرش هستی شناسی در قرآن یک نوع نگرش تعقلی و فلسفی و استدلالی است که ما رو دعوت میکند در این آیه که توجه کنیم و تمرکز کنیم در موضوع خلقت، یعنی برنامه کار ما برای اثبات وجود خالق از وجود مخلوق آغاز میشود در این آیه. وانگاه به صور مختلف هستی و مراتب مختلف تعامل و تغییری که در جزئیات هستی وجود داره قرآن اشاره میکنه، که چطور آب دریا با خورشید از طریق گرمای خورشید معامله میکنه، یعنی یک نوع تعامل، یک نوع داد و ستد هست که آب به لحاظ دریافت حرارت از طریق انبار خورشید وزنش سبک میشه و بعد تبدیل به بخار میشه و بادی هم در اون زمینه وزش پیدا میکنه و همون تعریفی که در جلسات گذشته کردیم واقع میشود. این دنبال کردن علت و معلول و تحویل و تحول و تغییر و تغییر، اینها درس هایی است که قرآن به صورت اصولی به ما میده و میگوید که هستی شناسی یعنی خدا شناسی، و هستی شناسی از طریق تعقل به وجود میآید، یعنی خدا و شناخت خدا باید تابع عقلانیت انسان باشه و هست. آنچه که در این آیه بسیار شگفت‌آور است رابطه هستی با موضوع حیات است، که ما یک هستی داریم و یک حیات، و شاید بشود گفت که موضوع حیات یکی از صور هستی است. یعنی ما اگر هستی رو در بعد جمادی، در بعد نباتی، در بعد حیوانی و در بعد انسانی نگاه بکنیم، ماده به طور کلی در یک مرحله دارای خاصیت است، تبدیل به نبات می شود، همین خاصیت تبدیل به ماهیت و صفت می شود، و درخت تبدیل به حیوان می شود، و موضوع غریزه مطرح می شود و به انسان می رسد، موضوع روان مطرح می شود. یعنی هر کدام از ما هر این مراحل مختلف یک چیزی رو بیشتر به خصوصیات ماده اضافه می کنند. وقتی در جماد نگاه می کنیم خاصیت ماده رو می بینیم، وقتی در نبات نگاه می کنیم هم خاصیت می بینیم هم صفت می بینیم، وقتی که در حیوان نگاه میکنیم هم خاصیت میبینیم هم صفت میبینیم و هم غریزه میبینیم و هم جان میبینیم. جاندار محسوب میشود، حیاتمند محسوب میشود. و مرحله بعدی به انسان میرسیم که هم خاصیت داره انسان، هم صفت داره، هم مشخصات داره، و بالاتر از همه علاوه بر این که غریزه داره مثل حیوان، ولی مافوق حیوان جانی داره که روان میگوییم به او، و بسیاری از افراد روان و جان و روح رو یکی میدانن. این طور نیست. جان خاصیت کامل ماده است، روان خاصیت ماده و غیر ماده است، روح خاصیت غیر ماده است. یعنی ما اگر جان، روان و روح رو در مورد انسان بخواهیم بررسی بکنیم، روح وابستگی به جسم نداره، روان وابستگی به جسم هم دارد، روان هم به عالم خارج از ماده یعنی عالم معنا مربوط می شود، هم به عالم ماده مربوط می شود. ولی خاصیت و صفتی که مربوط به جماد و نبات است، خاصیت های مادی هستند که منحصرا مربوط به خاصیت و صفت ماده می شود. حیات و یا جان به زبان ساده تر، درست است که ممکن است از ماده ناشی شده باشد، از هستی ناشی شده باشد، ولی بعدها می بینیم که این جان در بعضی از نگرش ها تبدیل به روان میشه یا با روان یکی میشه، و روان رو هم همون روح مینامند. صرف نظر از اینکه بگوییم کجا اشتباه میکنند یا نمیکنند، میخوام به این نتیجه برسم که
هستی شناسی که در این آیه قرآن به اون اشاره می کند، دو نوع هستی رو به ما می خواهد نشان بدهد. یکی هستی ماده است که هستی مادی چطور هست، همه این عالم موجود، و یکی این که یک هستی دیگری ما داریم به نام حیات به زبان قرآن، که هم شامل جان می شود، هم شامل روان می شود، هم شامل روح می شود. و قرآن می گوید که این هستی شناسی در واقع هم ماده شناسی است و هم حیات شناسی است. ببینید که ما از یک مقداری عوامل شیمیایی تشکیل شده ایم، یا مقداری کربن، یا مقداری اکسیژن، هیدروژن و بقیه املاح و چیزهای معدنی، شیمی معدنی، ما از اونها درست شدیم و بعد جاندار شدیم، دارای جان و دارای حیات شدیم و بعد دارای روان شدیم و دارای روح شدیم. قرآن تا مرحله حیات یا مرحله جان به عبارت دیگه و موضوع ماده و جان مادی سخن میگوید که جان هست و ما ریش پایه این جان در دل ماده قرار دارد. همونطور که عرض میکردم، اون چیزی که در این آیه بسیار شگفت آور است رابطه هستی با موضوع حیات و رابطه جان است. یعنی در نگرش قرآن به جاندار به موضوع ظرف و مظروف اشاره می شود و قالب جان، جاندار و موجودات زنده خوانده می شود. موجود زنده عبارت است از وجودی که از نوعی از هستی که دارای حیات هست، دارای جان هست، جاندار است، دارنده جان است. و ریشه حیات جمادی و نباتی و حیوانی و همینطور قالب انسانی رو که اینها دارای جان هستند، قالب انسانها دارای جان هستند، این جان رو با جماد قرآن در مقابل هم قرار میده و ما رو دعوت به تعقل میکنه. تحولات ماهوی که در چارچوب بعد زمان و مکان مطرح می شود، ما با اون ابزار جلو میریم و سعی می کنیم غریزه رو شناسایی کنیم، عاطفه رو شناسایی کنیم، جان رو شناسایی کنیم، روان رو شناسایی کنیم و حتی روح رو شناسایی بکنیم با این قالب هایی که روز به روز بیشتر و بیشتر در اختیار ما قرار می گیریم. قرآن موضوعات تحولات مادی رو در چهارچوب بعد زمان و مکان مطرح می کند و آنگاه موضوع وسعت و گستره یافته تعقل و اندیشه و استدلال و همینطور تفکر و حکمت در هستی شناسی و نقش عقل در ایمان و معرفت رو مورد عنایت و بررسی قرار می ده. به این ترتیب ما بحث مربوط به آیه شماره 164 رو در اینجا به پایان میبریم و اتاق فرمان اگر که امکان داشته باشه براشون، یا اگر قبلا آیه شماره 165 رو روی صفحه مانیتور گذاشتید که موضوع شرک در تعلق به غیر خدا مورد بحث این جلسه است. در این آیه، آیه شماره 165 از سوره دوم قرآن می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. اگر که این آیه رو آماده داشته باشن، هر وقتی که آماده دارم تا فرمان می توانم که او رو روی صفحه بگذارم. و من الناس من یتخذ من دون الله، برخی از مردم که طبعا خوب نادان هم هستند،
غیر خدا را همانند خدا گیرند و چنان که خدا را بایست دوست داشت با آنها دوستی ورزند و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله و الذین آمنوا اشد حب لله ولو یر الذین ظلموا از یرون العذاب ان القوة الله جمیعا و ان الله شدید العذاب. و از مردمان، برخی از مردمان دون خدا را، غیر خدا را، دون هم معنی پایین تر میده هم معنی غیریت میده، یعنی اینهایی که مورد اتخاذ، مورد پرستش، مورد قبولی قرار میدهند، هرچی که هست که آره قرآن تعریف میکنی که چه هست، اینها دون الله هستند. یعنی حتما وقتی ما از کلمه دنیا، از کلمه پایین استفاده میکنیم، دو معنا رو بایستی که در ترکیب ازش استفاده کنیم در ذهنمون، از تلفیق این دو با هم. یکی موضوع غیریته، یعنی دون خدا یعنی غیر خدا. خب غیر خدا خیلی حوزش بزرگه، آیا برتر از خداست؟ در کنار خداست؟ درست غیر از خداست، دوست با خدا، دشمن با خدا، بالاتر از خداست، پایین تر از خداست. فقط موضوع دون در غیریت خلاصه نمیشه، هم پایین تر و کمتر از خداست و هم غیر خداست، هر دو با هم است. و من الناس و از مردمان، من یتخذو هستن کسانی که اتخاذ میکنن، میپذیرن، اخذ میکنن، قبول میکنن، میگیرند، من دون الله اندادن، غیر خدا رو مثل خدا میگیرند و مثل خدا میانگارند. و یا به زبان ساده تر، برخی از مردم آنچرا غیر خداست همانند خدا میگیرند و همانند خدا میدانند و غیر خدا را چنان مورد حب و دوستی قرار میدهند چنان که خدا را بایست چنان دوست میداشتند. ولیکن و یا اما کسانی که ایمان دارند، اشد محبت و حب و دوستی رو فقط به خدا مخصوص می‌دارند یا اختصاص می‌دهند. و بعد ادامه می‌دهد که و اگر ببینید آن کسانی را که ظلم روا می‌دارند، چون عذاب خدا را مشاهده کنند که آن عذاب انحصاراً از قدرت خداست، به صورت جمع و به صورت انحصار، یعنی همه عوامل و موجبات و فاعلیت و قانون وقوع و شمول و ایجاب در عذاب در انحصار خداست، و اینکه عذاب خدا از همه عذاب ها شدیدتر است، بسیار سخت است. و اینها وقتی که این عذاب سخت و عذاب دشوار و غیر قابل تحمل رو مواجه میشن باش و شاهدش میشن، هم شاهدش میشن هم درگیرش میشن، اون وقت در مقابل این نیروی وارده و این فهمی که پیدا می کنن یا مقابله‌ای که برای اونها
ایجاد می شود، می بینند که همه ی قدرت ها از خداست و عذاب خدا هم بسیار سخت و دشوار است. این موضوع تلقین در پذیرش قدرت و یا در تصور داشتن قدرت، ما می‌بینیم که در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده. مثلا شما ببینید که وقتی که فرعون قبل از اینکه به فرعونیت برسه، به پادشاهی برسه و شاه بشه، که خب یک آدم معمولی بوده، بچه‌ای بوده، زاییده شده، بزرگ شده مثل همه بچه‌ها، ولی این در طول زمان مرتب به او گفتن تو امام هستی، تو والا هستی، تو بالا هستی، تو چنین هستی، تو چنان هستی. این به یک جایی رسیده که در اون جایی که قرار گرفته احساس میکنه که این حرفایی که مردم میزنن واقعیت داره. ما چندین شخصیت میتونیم در دنیا معرفی کنیم که اینها آدمهای معمولی بودند، ولی وقتی مواجه میشوند با تلقینهای دیگران، این تلقینها باعث میشود که اونها ارزشهاشون فرق بکنه، ارزشهاشون تغییر بکنه و در واقع بپذیرند که اون چرا که مردم میگویند درست میگویند. شما به فرعون نگاه بکنید، میبینید که در اثر تلقین و تکرار تلقین اطرافیان ایشان، از یک آدم معمولی یک آدم مدعی خدایی ساخته میشه. یعنی فرعون فکر میکرد که خداست و به همین لحاظ هم تا آخرین لحظه جنگید. یعنی این نبود که او تصور کند که بازی کند یا نقش خدا را ایفا کند. باور او این بود که خداست، باور او این بود که دارای این قدرت است. نمونه های دیگری مثل مثلا رئیس جمهور یا ولی یا پادشاه یا هر کسی در کره شمالی وجود داره. میبینیم که او هم در طول تاریخ و تربیت و تلقینی که به او دادند الان یک جایی قرار گرفته که فکر میکنه که از هر خدایی که حالا اونها میپرستند یک مأموریت و جوازی گرفته که باید یک کارهایی رو به فرمان اون خدا انجام بده. به حکومت قبل از انقلاب در ایران اگر توجه کنید، در زمان حکومت شاه ما با یک شخصیتی مواجه بودیم که کمتر از نیم قرن قبل از اون اتفاقات یک نوجوانی که تحصیلات مغرب زمین رو داشته و بزرگ شده تربیتی کشور سوئیس بوده و اوایل کار او هم نشان می‌دهد که از نوعی دموکراسی و نوعی انسانیت برخوردار بوده، اما در اثر تلقین مردم بعدن تبدیل به مهر آریان میشه. یک جایی میشنسه که بالاتر از انسان مدعی وجود میکنه. یا در مورد خود انقلابی که ایشون رو برکنار کرد، رهبر انقلاب، وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که این مقام رهبر یا این امام مردم که سالها در حوزه های علمیه نجف و کربلا و قم بوده، در زمان دانشجویی یا در زمان طلبگی به هیچ عنوان پیرو پادشاهی و سلطنت نبوده و به طور کلی اندیشه های قوی سوسیالیستی داشته، ولی همین آقای خمینی وقتی که وارد ایران میشه، مردم با همین نیروی تلقین و نیروی دگرگون کردن درون انسان ها از خود او یک شاه جدید می سازند که به مراتب مظالمی که از ایشان سر زده بیشتر از مظالمی است که از زمان در زمان حکومت قبل از ایشان وجود داشت. یا اگر به کره شمالی نگاه بکنید، به شاه نگاه بکنید، به
آقای خمینی نگاه بکنید، به استالین نگاه بکنید، به تمام کسانی که باور کردند که اینها قدرتمند هستند و اینها در مقابل مواجه شدن با حقایق زندگی مثل برفی که در مقابل آفتاب قرار میگیره، یک مرتبه همه برف بودن و اون تشکل و در واقع موجودیت و هویت و ماهیتی که داره همه اونها از بین میره و آب میشه، بر میگرده به آب و آب میشه. به طور کلی موضوع تلقین باعث تعویض و تغییر میشه در نهانخانه برآورد سازی و ادعا کردن یک شخص. خود ما در زندگی روزمره میبینیم که بعضی از این دوستان من در شبکه‌های دیگر تلویزیونی خیلی دوربین رو اینها اثر گذاشته و یکی دو نفر که اینجا و اونجا تلفن میکنن و از اینها تعریف میکنن، کاملا شما میبینید که این آدم باورمند به دروغ خودش میشه و خودش لباس تقدس به تن خودش میکنه و اول در درون خودش تبدیل به امام میشه تا امامت خودش رو به دیگران ابلاغ بکنه. خودش اول امام میشه و عوامل خارجی امامت رو در او تولید میکنن، در او ایجاد میکنن. خود آدم فی نفسه همینطوری که نشسته امام نمیشه، فرعون نمیشه، نماینده مردم نمیشه، از همه بالاتر نمیره. مردم باید بیان هی دست او رو ببوسن، پای او رو ببوسن، چه کنن. و هر بار که مردم این کار رو میکنن، انسان بزرگتر و بزرگتر میشه که دیگه تو قالب خودش جا نمیگیره و نهایتا منفجر میشه. حالا این افراد در یک لحظه ممکن است که ببینن که این لباسی که تنشون کردن لباس کاغذیه، این لباس پوشالیه، این لباسی است که اونها رو محفوظ نگه نمیداره، واقعا اینها این قدرت رو ندارن. یکی از همین مستبدین جهان، یکی از همین ظالمین جهان در تاریخ آمده است که با ابر به جنگ پرداخته، با آسمان و ستاره ها به جنگ پرداخته که من میایم که شما رو بیارم پایین. یعنی در اصل تلقین مردم و تلقین اطرافیان که از او یک عروسک ساخته بودن، به جایی میرسه که نمیتونه تحمل بکنه ستاره رو روی آسمان و بعد یک تختی فراهم میکنن، چند لاشخور و حیوانات پرنده های قوی انتخاب میکنند و جلوی دهن اینها قضا قرار میدن که اینها به هوای اینکه این قضا رو ببلعند به طرف بالا پرواز کنند و همین کار رو میکنند و تخت او برمیخیزه و میره که به جنگ ستاره ها، که ستاره ها رو بکشه پایین که اون بالا نباشن، که خوب مقداری این حیوانات پرواز میکنن و بعدم نیروشون تمام میشه و سقوط میکنن و همه راحت میشه. یعنی حتی تا مرحله مرگ یک شخص بر باور صادقانه خودش حرکت میکنه، باوری که صدق بر اساس کذب در او به وجود آمده. حالا قرآن در اینجا میگوید، البته خیلی مثالهای دیگری خود شما در ذهنتون دارید از این آدمهایی که به بیماری روانی مبتلا هستند و در یک جایی یک مرتبه این ماسک، این پرده، این پوشش کنار میره و اون وقت نگاه میکنن به واقعیات خودشون که کی هستن و چی هستن و توی اینها هستن اکثرا، که یکی از دلایل خودکشی همین مسائل خودشناسی است که انسان وقتی به خودش میرسه و میبینه این خودی که تا دیروز من برای خودم درست کرده بودم، که من چه آدم مهمی هستم، چه کارهای عجیب غریبی میتوانم انجام بدهم، و امروز صبح فرض کنید که دیدم یک مرضی دارم که این مرض تا 48 ساعت دیگه منو میکشه، از بین میبره. یک مرتبه من در اینجا با حقیقت روبرو میشم. اون چرا که قرآن در قالب تشبیه به قیامت یا روز معاد اشاره میکند، ممکن است معادی هم باشد یا نباشد، اما اون چرا که قرآن اشاره می کند، موضوع استفاده از موضوع بهشت و جهنم و خداگاهی است. بحثی راجع به جهنم در اینجا نداره و می گوید وقتی که این آدم ها
که ظلم میکنن، اینها عذاب خودشون رو یرون العذاب رؤیت میکنن، میبینن عذاب و مجازات و سختی که این کارشون با قانون خدا بر اینها اعمال کرده و به چه مصیبتی گرفتار شدن، در اونجا میفهمه که کاری نیست، در اونجا میفهمه که هیچ نیرویی نداره. کسانی که مثل خدا دوست می‌دارند بندگان خدا رو، اینها وقتی که عذاب خدا رو می‌بینند و می‌بینند که عذاب خدا هم جامع همه عذاب‌ها رو در دل خودش داره، هم انحصاری است و شدید هم هست، شدید العذاب هست، این سختی خیلی خیلی شدیدی رو اعمال میکنه قانون خدا بر مردم، بر کسانی که مجرم هستند. در این حالت یک عکس العملی نشان میدن که قرآن رو دنبال میکنیم و ببینیم چه میکنند. پس آدم هایی که در اوج قدرت هستند و اونقدر به اینها گفتند که شما خدا هستید که امر به خود اینها هم مشتبه شده، قرآن در مورد اینها سخن میگوید که این افراد از یرون العذاب ان قوت لله جمیعا، وقتی که تا میرسن به جایی که میبینن همه قدرت ها، جمیع قدرت ها، هیچ قدرتی خارج از این جمع نیست، خارج از این کلیت نیست که مستقل از خدا باشه، و وقتی که با این واقعیت مواجه میشن و با شدید عذاب مواجه میشن، با عذاب شدید، با عذابی که مشدد و مکرر هست تکرار مواجه میشن، اونجا میفهمند که هیچ کاری بودند. و اگر ببینند آن کسانی که ظلم روا میدارند چون عذاب خدا را مشاهده کنند که آن عذاب انحصارا از قدرت خداست و به طوری که همه عوامل و موجبات و فاعلیت و قانون وقوع و شمول عذاب میبینن همه اینها در انحصار خداست، اونا هیچ کاره هستن، نمیتوانند که موجب مجازات رو فراهم بکنن، نمیتوانند که فاعلیت ایجابی داشته باشن، نمیتوانند که وضع قانون کنند یا واقعیت قانونی به وجود بیاورند، نمیتوانند عذاب رو شامل بکنند. میبینند همه اینها در انحصار خداست و اینها هیچ کاره هستند. در واقع فانوس غرور اونها چین میشود رو هم، میخوابد در اونجا که متوجه میشوند، از این خواب خرگوشی بیمارگونه بیرون میان و بیدار میشن و میفهمند که انحصار شمول قانون خدا رو میبینن، که اونا هیچ کاره هستن و جمیع قدرت ها دست خداست. چه وقتی مواجه میشن با این واقعیات؟ در مطالعه، در تکرار جرم، در تکرار گناه؟ نه، وقتی با این حقایق مواجه میشن که عذاب شدید بر اونها مستولی و شامل شده باشه. در برخورد با عذاب راجب امام‌هایی صحبت می‌کنه که جای خدا رو در جامعه می‌گیرن، اینها رو مردم هی بزرگ می‌کنن، خود اونها هم استعداد این کار رو دارن، فریب می‌خورن، مردم هم هی اینها رو بزرگ می‌کنن و نتیجتاً اینها به جایی می‌رسن که خود اونها باور می‌کنن که بزرگ هستن. حالا این آدمایی که باور کردن که بزرگ هستن و کاری دستشونه، اینها مواجه می‌شن از طریق عذاب بزرگ با خدا، یعنی خودشناسی اینها زمانی آغاز می شود که عذاب شدید بر اینها وارد می شود و مستولی می شود، اون وقت به خود می آید در مقابل این عذابی که حالا دارن عذابو دریافت می کنند. یکی از خاصیت های این عذابی که دریافت می کنند این است که بیدار می شود و به خودش می خنده
در تاریخ ذکر میکنند که وقتی که رضا شاه پهلوی، رضا شاهی که پدر محمد رضا شاه که در سالهای قبل از ایشان بوده، در زمان جنگ وقتی که دولت فخیمه انگلستان ایشان رو از ایران اخراج میکنه، خب خیلی اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت از این چیزها میگفتن به ایشان. وقتی که به جنوب ایران مجبور به مسافرت میشه و قرار میشه که از بنادر جنوبی ایران از ایران خارج بشه، اون وقت یک نگاهی میکنه به اون کشتی خرابه‌ای که قرار بوده سوار بشه و بره به آفریقا در زندان انگلیس ها، و یک نگاهی به خودش میکنه، یک نگاهی به فروغی نخست وزیرش میکنه و نقل شده از او که این جملاتی که عرض میکنم مال من نیست، ادبیات من هم نیست، ادبیات ایشانه، که وقتی به خودش نگاه میکنه و دور خودش نگاه میکنه و اون کشتی رو نگاه میکنه و چند لحظه جلوتر رو نگاه میکنه که الان وارد زندان انگلیس ها میشه، هم از مملکت دور میشه، هم تبعید میشه، هم در یک جای بیاب و علفی در یک پایگاه نظامی انگلیسی زندانی میشه، اون وقت از خواب بیدار میشه. چون رضا شاه هرچی که بوده یکی از مظاهر قدرت بوده، آدم قدرتمندی بوده و قدرت رو از خودش میدانسته. عمره وقتی در مقابل این واقعیت قرار میگیری که کسی گوش آدم رو میگیره با همه قدرتی که داره روی این نیمکت کشتی مینشانه و میگوید همینجا بشین تا به تبعیدگاهت برسی، عمره وقتی اینها رو نگاه میکنه به خودش نگاه میکنه. در تاریخ این طور آمده که خودش با خودش حرف میزنه: اعلی حضرت، قدر قدرت، قوی شوکت، چه اینها رو به خودش میگه. و یک اصطلاح بازاری نیمه زشتی که در زبان فارسی وجود داره که در واقع نوعی تکذیب و نوعی انکار و نوعی اسقاط ادعاست: زکی. و میگوید اعلی حضرت، آی زکی، قدر قدرت، آی زکی، قوی شوکت، آی زکی. این در زمان مستبدین دیگری هم که فکر میکردن مالک جهان هستی هستن و یک پشه بر بینی اونها وارد میشه و مغز اونها رو میخوره، یعنی از جنگ با یک پشه عاجز هستند ولی ادعا میکنند که با خدا میتوانند بجنگند، آدمیزاد سسپتبل هست، آدمیزاد تسخیر پذیر و تأثیر پذیر هست در مقابل تلقین های خارجی و می تواند که این تلقین ها انسان رو ویران کند. یعنی از همین محمد رضا شاه ما می بینیم که از یک دانشجوی مدرسه سوئیس که خیلی هم سوئیسی بوده ایشان، همین مردم او رو آریا مهر می کند، مهر آریا می شود، خورشید آریا می شود که بر هستی و جهان تابش می کند. خب وقتی که چنین چیزی گفته می شود، طبعا در او اثر می کند و در نهایت امر هم خودش رو به زیر آب می بره و هم گروه دیگری رو با خودش به آب می بره. و این فقط مخصوص او نیست، شما در تاریخ اگر اشاره کنید همه اینها رو میبینید. به این لحاظ است که در قرآن این موضوع باید دقت بشود که میگوید که ولا یرا الذین ظلموا، و کسانی وقتی میبینند، کسانی که ظلم میکنند، ظالم وقتی که میبینه از یرون العذاب، عذاب خودش رو مشاهده میکنه، وقتی که میبینه که چطور با عذاب خودش روبرو میشه، با واقعیات روبرو میشه، برخورد این
منحرفین در ارتباط مستقیم با عذاب، یعنی کلاس درس اینها جز عذاب نمیتواند کلاس دیگری باشد. کلاسی نیست که معلم به اینها تذکر بدهد که جان من، یک انسان که نمیتواند شعوری بیشتر از 80 میلیون انسان داشته باشد، من راجع به سیاست سخن نمیگویم، البته من وحشت از هیچ کس ندارم، ولی بحث من بحث سیاسی نیست، بحث من یک بحث جامعه شناسی و تا حدودی فلسفی است. بر اساس منطق سخن بگوییم و بر اساس منطق بیاندیشیم چه کسی من رو به نحوی کوچ کرده و به نحوی برنامه ریزی کرده که من تصور میکنم که من دارای شعوری هستم که از شعور 80 میلیون آدم بیشتره و من قیم اونها هستم و من سرپرست اونها هستم و من حقوقدانی هستم بهتر از همه حقوقدانها و من عادلی هستم بهتر از هر عادلی دیگر و من نماینده امام قائم هستم، من نماینده خدا هستم. همه اینها رو انسان با اینها زاییده نشده، اینها هیچ کدامش فطری و جبلی نیست، اینها را آدمهای دیگه در ما تلقین میکنن و زمانی، دریغ است، جای تأسف در اینجاست که زمانی ما به خودشناسی میپردازیم که با عذاب شدید مواجه شده باشیم. یعنی در پایان خط ما متوجه میشویم که هیچ نیستیم. الهی چون بید بر خود می لرزم که شاید که به هیچ نمی ارزم و یا نکند که به پشیزی نمی ارزم. حالا حاجی عبدالله انصاری قبل از اینکه عذاب شدید ببینه هیچ وقتی فرعون نشد که موسی بشه، همیشه موسی بود. اما کسانی که فرعون می شوند فقط در دریای نیل متوجه شخصیت خودشون می شوند. کسانی که فرعون هستند تنها در زمان خفه شدن در رودخانه نیل، در آب نیل، در این متشابهات قرآن، وقتی که از آب واقعیت غوطه بر می شوند اون وقت می فهمند که کی هستند و چی هستند و که بودند. ولی متاسفانه اینها در کلاس درس با واقعیت روبرو نمی شوند، در جهنم با واقعیت روبرو می شوند. نه جهنم منظور جهنمی باشد که موعود جهان دیگر است، جهنم و عذاب، عذابی که همین دنیا با اون عذاب مواجه می شوند. دقایق کوتاهی به تنفس می پردازیم، باز می گردیم، با شما خواهیم بود.